مجلس نمایندگان وزرای ترانسپورت، خارجه و نماینده ریاست عمومی امنیت ملی را به خاطر نشست یکتیاره امارات متحده عربی به میدان هوایی بین المللی هرات فراخواند. این طیاره به تاریخ سوم ماه قوس سال جاری در میدان هوایی هرات فرود آمد که حامل 10 اراده موتر تیزرفتار و بسته‌های مواد غذایی بود. در نشست امروز نماینده های مجلس وزرای خواسته شده را متهم به تناقض‌گویی کرده از تعلیق به وظیفه رئیس میدان هوایی هرات انتقاد کردند. همکارم رسول عظیمی با گزارشی در این مورد. در نشست امروز مجلس نمایندگان وزیر ترانسپورت از بازداشت 6 نفر به شمول معاون اداره حج و اوقاف ولایت هرات که مسئول گرفتن کارگو بودند سخن میگوید. به گفته وزیر ترانسپورت و هوانوردی، یک روز پس از این رخداد قرار بود 150 تن به شمول وزیر خارجه پیشین قطر به خاطر سفر به نیمروز به ولایت هرات سفر کنند. او مسئولان میدان هوایی هرات را در زمینه نشست این طیاره بیگناه خوانده از صدور اجازه پرواز از سوی مقام های مرکزی سخن میگوید. یک روز بعدش یا همان روز شرکت هوایی صافی اجازه پرواز خواستند از اداره هوانوردی که به تعداد 150 تن از مهمانا به هرات سفر دارن، شما لطفا اجازه پرواز بدین. در این حال وزیر خارجه میگوید که در طی 1 ماه اخیر اتباع کشور قطر به خاطر گرفتن ویزای افغانستان به سفارت این کشور در قطر مراجعه نکرده اند. بس طرف قطری های خواهش یا درخواستی به خاطر گرفتن ویزه افغانستان تا حال صورت نگرفته و اصلا هیچ کسی نیامده از قطر. هیچ قطری دمی سفر دمی تیاره ای که فعلا مورد بحث است هیچ قطری با اینا نبود. البته سفر عملی تیاره است. با این همه نماینده های مجلس از نشست این طیاره اماراتی به میدان هوایی هرات تعابیر گوناگون ارائه می کنند. برخی ها بدین باورند که وزیر خارجه پیشین کشور قطر قرار بود 1 روز بعد قرض شکار پرنده های کمیاب به ولایت نیمروز سفر کند. با شماره هم از اعمار و بازسازی مکاتب نیمروز از سوی عرب ها سخن می گویند. شماره از نماینده های مجلس اما وزرای خواسته شده را متهم به تناقض‌گویی نموده از تعلیق وظیفه رئیس میدان هوایی هرات از سوی رئیس جمهور انتقاد می کنند. اما روایتی که نزدیک به واقعیت هست بیشتری هست که این طیاره آمده و فرود آمده به دلیل اینکه میخواسته گونه های کمیاب شکار بکنن یک تعداد و آمادگی میگرفته برای همون مواد غذایی هم به همون خاطر بوده و موترها هم به همون خاطر بوده. متاسفانه به اینجا رئیس میدان هوایی هرات قربانی میشه بدون اینکه کدام چی داشته باشه، کدام مشکل داشته باشه. پلیس مسئولین میدان هوایی ملکی هرات همه مطابق با قانون و مطابق به هدایت داده شده بوده اونا به وظایف خود عمل کردن. 18 روز پیش یک طیاره متعلق به امارات متحده عربی که حامل 10 اراده موتر نو لاند کروزر و 1.5 تن مواد ارتزاقی بود ساعت 12:55 ظهر به میدان هوایی بین المللی هرات فرود آمد. اما پس از آنکه مسئولان میدان هوایی هرات متوجه شدند که موترهای حمل شده از سوی این طیاره اماراتی نمبر پلت قطر دارند، موضوع را با مسئولان وزارت‌های داخله و ترانسپورت در میان گذاشتند که به دنبال آن امر ضبط این موترها و بسته‌های مواد غذایی صادر شد. اما طیاره اماراتی حامل این موترها پس از آنکه محموله اش از سوی نیروهای امنیتی ضبط شد، دوباره پرواز کرد و به شارجه رفت.